شیوه احتمالی عملیات‌های آینده جیش العدل چه شکلیه؟ کدوم سرویس اطلاعاتی داره از عملیات‌های جیش العدل پشتیبانی می‌کنه؟ چرا دیگه جیش العدل از تروریست‌های ایرانی یا پاکستانی توی عملیات‌های خودش استفاده نمی‌کنه؟ دلیل اینکه اونها توی بیانیه‌هاشون کریدور شمال جنوب تو سیستان و بلوچستان رو یه کریدور خطرناک می‌دونن چیه؟ اینها سوالاتی که امروز می‌خوایم به اونها پاسخ بدیم. من سید محمد طاهری هستم و امروز در کمی مدیا می‌خوایم به بررسی راهبردهای جدید عملیاتی جیش العدل بپردازیم. چند روز پیش بود که جیش العدل یه ویدیو از تمرین تک تیراندازی خودش توی شب با استفاده از تجهیزات دید در شب و سلاح‌های آمریکایی M16 منتشر کرد. اونطور که توی این تصاویر مشخص بود، نیروهای جیش العدل سلاح‌های آمریکایی که تو افغانستان به جا مونده رو به دست آوردن، برای اونها تجهیزات دید در شب و تجهیزات تیراندازی دقت نصب کردن و برای تیراندازی توی شب از اونها دارن استفاده می‌کنن. نکته‌ای که وجود داره مشابه همین اقدامی که امروز جیش العدل فیلم تمرینش رو به نمایش گذاشته، در جریان عملیات اونها توی راسک و چابهار و سرباز به صورت عینی به صحنه عملیات وارد شد و این نشون میده که رزم شبانه و عملیات توی شب به خصوص با استفاده از تک تیرانداز به یکی از راهبردهای جدی جیش العدل برای عملیاتش توی ایران تبدیل شد. برای اینکه بتونیم این موضوع رو بهتر درک کنیم، لازمه که به عملیاتی که اونها ابتدای همین امسال توی راسک و چابهار انجام دادن یه نگاه ویژه‌تری داشته باشیم و از زوایای مختلف این عملیات‌ها رو بررسی کنیم. تا الان شاید جزئیات خیلی خاصی از عملیاتی که تروریست‌های جیش العدل توی راسک و چابهار انجام دادن گفته نشده، اما ذکر برخی جزئیات میتونه به ما کمک کنه تا بهتر راهبردهای جدید گروهک‌های تروریستی توی جنوب شرق کشور رو درک کنیم. شکل عملیات‌های جیش العدل با شکل عملیات‌های تروریستی که قبلا انجام می‌دادن متفاوته. قبلا اونها عملیاتشون عمدتاً مبتنی بر عملیات‌های انتحاری و یا کمین‌های محدود تو نقاط مرزی بود، اما الان عملیاتی که دارن اجرا می‌کنن عملیات‌های منسجم‌تر با اشراف اطلاعاتی بهتر توسط تیم‌های سازماندهی شده و آموزش دیده منسجم و بیشتر علیه اهداف عمقی‌تر، یعنی از مرز عملیات‌های خودشون رو گسترش دادن به مناطق عمقی‌تر در داخل کشور ما، و این نشون میده که احتمالاً راهبرد جیش العدل با پشتیبانی یک سرویس اطلاعاتی خارجی و یا یک نیرویی که آموزش‌های بهتری از اونها دیده و تونسته اونها رو بهتر سازماندهی کنه، آموزش‌های بهتری رو به اونها بده و تاکتیک‌های بهتری رو به اونها آموزش بده، داره پشتیبانی میشه. نکته که تو عملیات قبلی اونها توی راسک و چابهار وجود داشت چند تا مطلبه. یک، اشراف اطلاعاتی خوبی که اینها روی پایگاه‌های سپاه و مرزبانی توی شهرهای راسک و چابهار داشتن. اونها حتی میتونستن که انبار مهمات پادگان سپاه کجاست و چه شکلی میشه اونو باز کرد درشو و چه ابزاری براش لازمه. به همین دلیل راحت تونستن به انبار مهمات پادگان سپاه دسترسی پیدا کنن. نکته دوم این که توی اون عملیات تیم‌های خودشون رو در قالب تیم‌های 3 تا 4 نفره سازماندهی کرده بودن که هر تیم یک فرمانده داشت. همه اعضای تیم جلیقه‌های انتحاری همراه خودشون داشتن و روی اون جلیقه انتحاری یک جلیقه ضد گلوله. نکته خیلی جالب توجهی که وجود داشت، فرمانده تیم ریموتی رو در اختیار داشت که میتونست هم عناصر رو منفجر کنه و هم از اونها سلب اختیار کنه برای انفجار جلیقه انتحاریشون. یعنی هر جا که دید اونها دچار تردید شدن و لازمه که جلیقه‌شون رو منفجر کنن و این کارو انجام نمیدن، خودش این کارو انجام بده، و هر کجا که دید اونها شتاب زده میخوان خودشون رو منفجر کنن، اون جلوگیری کنه از انفجار جلیقه انفجار. نکته سوم، اجرای عملیات‌های اونها به صورت انقماسی. عملیات انقماسی به نوعی از عملیات تروریستی گفته میشه که توی اون چریک‌ها و تروریست‌ها ابتدا با سلاح و مهماتی که همراهشون هست به هدف حمله میکنن و تا زمانی که مهماتشون پایان بپذیره و تا آخرین نفس میجنگن و زمانی که دیگه مهماتی براشون باقی نمونده بود، اون موقع خودشون رو منفجر میکنن. دقیقاً همون شکل عملیاتی که توی مجلس شورای اسلامی هم اتفاق افتاد. و الان ما داریم مشاهده میکنیم گروهک‌های تروریستی تو منطقه جنوب شرق کشور شکل عملیات‌های خودشون رو از عملیات‌های صرف انتحاری و یا صرف عملیات‌های کمین زدن دارن به عملیات‌های انقماسی که شدت و خسارت بیشتری رو میتونه وارد کنه تغییر دادن. از طرف دیگه اتفاقی که توی عملیات راسک و چابهار افتاده بود، استفاده از همین تک تیراندازهای هجومی یا تیراندازهای ماهری بود که کلیپ تمرینشون رو چند روز پیش جیش العدل منتشر کرد. خب دوستانی که یه خورده با فضای نظامیگری آشنا هستن و یا آموزش‌های نظامی دیدن و یا توی این حوزه تحقیقات بیشتری کردن، مطلعن که اسلحه M16 یه تفنگ هجومیه و به هیچ عنوان یک سلاح تخصصی تک تیرانداز نیست. از طرفی دوربین‌های دید در شبی هم که نیروهای جیش العدل روی سلاح‌های خودشون نصب کرده بودن، دوربین‌های حرفه‌ای تک تیراندازی نبود.
پس این سلاح و این نوع تجهیزات به چه دردی میخوره؟ ما توی تقسیم بندی سلاح ها از نظر تاکتیک های به کارگیری سلاح تمام تسلیحات رو به سه دسته تقسیم میکنیم: سلاح های هجومی، سلاح های پشتیبان آتش و سلاح های تأمین. اگر تا اینجای کار از این ویدیو خوشتون اومده، لطفاً کانال ما رو ساب کنید تا ویدیوهای دیگه کمی مدی رو از دست ندید. ما توی این مجموعه مسائل نظامی و امنیتی رو به صورت تخصصی دنبال میکنیم. سلاح‌های تک تیرانداز به عنوان سلاح‌های تأمین تلقی میشن، یعنی سلاح‌هایی که قراره امنیت یگان هجوم و اون تیمی که قراره هجوم کنه و عملیات اصلی رو انجام بده تأمین کنن. چطوری؟ با هدف قرار دادن افراد شاخص و تاثیرگذار دشمن. یعنی این تک تیرانداز میاد جایی مستقر میشه که اشراف داشته باشه به صحنه نبرد و بعد بیاد فرماندهان طرف مقابل، تک تیراندازان دشمن، تیربارچی‌های دشمن و کلیه افرادی که میتونن به صورت مؤثر برای تیم هجوم مزاحمتی رو ایجاد کنن مورد هدف قرار بده و از بین ببره و به نوعی از اون تیم هجوم مراقبت کنه. اما در کنار تک تیرانداز حرفه‌ای که از سلاح‌های حرفه‌ای تک تیراندازی استفاده می‌کنه، ما یه مفهوم دیگری داریم به نام تیرانداز ماهر. تیراندازان ماهر کسانی هستن که همراه همون تیم هجوم حرکت می‌کنن و سلاحشون به تجهیزات تقریبا نیمه حرفه‌ای تک تیراندازی برای افزایش دقت تیراندازی مجهز شده. مثلا سلاحشون دو پایه داره و یا اینکه سلاحشون به تجهیزات نشانه‌روی دقیق‌تری نسبت به سایر اعضای گروه هجوم مجهزه. چیزی که دقیقاً امروز هم جیش العد به اون رسیده. جیش العد قادر به عملیات‌های منظم نیست. یعنی یک گروه و یک سازمان نظامی منظم نیست که بخواد نیروهای خودش رو به صورت کلاسیک به نیروهای هجوم، پشتیبانی آتش و یا تأمین تقسیم کنه. و اصولاً تیم‌های کوچک و چابک که اونها طراحی کردن اجازه یک همچین نوع سازماندهی و به کارگیری سلاحی رو به اونها نخواهد داد. به همین دلیل اونا برای افزایش کارایی یگانهاشون و تیمهای عملیاتیشون به جای استفاده از تک تیراندازهای حرفه‌ای که قاعدتاً باید از سلاح‌های استفاده کنن که ابعاد بزرگی داره، صدای زیادی تولید میکنه و باید تک تیرانداز بره در نقطه‌ای مستقر بشه که بتونه استتار، اختفا و پوشش مناسبی رو رعایت کنه و همه این موارد باعث میشه تحرک اون تیرانداز حرفه‌ای و یا تک تیرانداز حرفه‌ای کاهش پیدا کنه و این با راهبردهای یک گروهک تروریستی چریکی در تعارضه. به جای اون اومدن از تیراندازان ماهر استفاده کردن. مثلا تو همین عملیات راست که عملیات چابهار، این تیراندازان ماهری که تو این تیم‌های هجوم بودن اومده بودن توی ساختمان‌های نزدیک پاسگاه‌های سپاه و نیروی انتظامی مستقر شده بودن و ابتدا نگهبان‌ها رو مورد هدف قرار داده بودن، این نگهبان‌های برجک‌ها رو، و بعد تیم‌های هجوم اینا عملیات کرده بودن و وارد شده بودن. مثلا همونجوری که آقای پاکپور هم بهش اشاره کردن تو صحبتشون همون موقع، یکی از اقداماتی که اینا کرده بودن رفته بودن تو ساختمان فنی حرفه‌ای مشرف مثلا به پادگان سپاه. ساختمانی به نام فنی حرفه‌ای روبروی سپاه چابهار بود که مشرف بود. بله مشرف بود به سپاه. اونا رو مجبور کرده بودن که در باز کردن، اینا از اونجا اومده بودن روی ساختمانایی که مشرف بود به سپاه راست. از اونجا هم خب تیراندازی کرده بودن. یه رفته بودن توی درمانگاه یا بیمارستانی اگر اشتباه نکنم مشرف به پاسگاه دریابانی نیروی انتظامی، یکی از تیراندازای ماهرشون مستقر شده بود، ابتدا برجک‌ها رو زده بود و بعد این نیروهاشون وارد شده بودن. این نشون میده که توی فواصل نزدیک احتیاج به تیراندازی دقیق یکی از اولویت‌های جیش العد شد. نکته بعدی، اونا به این نکته رسیدن که عملیات توی شب شانس موفقیت بیشتری رو برای اونها به ارمغان میاره. خب ما الان تو نیروهای مسلحمون علارغم اینکه به لحاظ تجهیزاتی و به لحاظ آمادی تجهیزات دید در شب خیلی خوبی توی یگانها وجود داره، ولی شاید هنوز فرهنگ استفاده از تجهیزات دید در شب توی نیروهای عملیاتی جا نیفتاده. مثلا شما الان اگه برید توی یگان مثل یگان صابرین، اونجا این فرهنگ جا افتاده و شاید حتی تیربارهای اونها، تیربارچی‌هاشون هم به دوربین‌های ترمال و دید در شب مجهزن. اما من همچین چیزی رو توی سایر یگان‌های نیروهای مسلح به صورت عمومی و به صورت اینکه یه چیز استاندارد در اومده باشه ندیدم. خب این توی سیستان بلوچستان هم جاری و ساریه و اونها این نقطه ضعف رو درک کردن که در صورتی که توی شب عملیات کنن، امکان رهگیریشون، امکان شناساییشون، امکان دنبال کردن و درگیری با اونها توسط نیروهای ما یه خورده سخت‌تره و برای همینه که توی شب عملیات‌هاشون رو دارن انجام میدن.
یه نکته که بیش از سایر نکته‌ها باید بهش توجه کرد و به نظر من اهمیت بیشتری داره اینه که الان گروه هک‌های تروریستی که توی جنوب شرق فعالن، عناصری که برای عملیات به داخل ایران می‌فرستن، این عناصر به هیچ وجه نه ایرانی هن نه پاکستانی، یعنی عناصر تشکیل دهنده این تیم‌های تروریستی نه بلوچ ایرانی هن نه بلوچ پاکستانی. خب این سوال به وجود میاد که اینا کجایی هن؟ اینا عمدتاً افغانستانی‌های تاجیک تبارن. یعنی توی این عملیات راسکوچاوهار جنازه‌ها رو که بررسی کردن و بر اساس اطلاعاتی که به دست اومد اینا هیچ کدوم ایرانی نبودن و این یه نکته خیلی جالب توجهیه. تا قبل از این جیش العدل خودشو گروهی معرفی میکرد که برای آزادی امت بلوچ و احقاق حق اونها داره میجنگه، عملا توی چند تا عملیات اخیرش نشون داده که اصلا اینطوری نیست و بیشتر برای قدرت طلبی خودش و برای رسیدن به امیال مذهبی و تفکری خودشه که داره میجنگه. اینها اطلاعات دقیقی است که امروز در اختیار نیروی زمینی سپاه قرار داره. از طرفی همون زمانی که جیش العدل این عملیات رو انجام داد توی بیانیه‌ای مطرح کرد که ما این کار رو برای جلوگیری از طرح توسعه سواحل مکران و کریدور شمال جنوبی که جمهوری اسلامی توی منطقه داره میکشه داریم انجام میدیم و این رو طرح بسیار خطرناکی میدونیم. خب اینجا یه سوال به وجود میاد. طرح توسعه سواحل مکران، احداث بندر شهید بهشتی و احداث کریدور شمال جنوب که باعث میشه این منطقه با رونق اقتصادی مواجه شه، بسیاری از مشکلات و محرومیت‌هایی که با اونها دچار حل بشه، چرا باید توسط یک گروه هکی که خودش رو مدافع مردم بلوچ میدونه یه طرح خطرناک تلقی بشه؟ ما وقتی به زوایای کار نگاه میکنیم میبینیم همزمانی که کریدور شمال جنوب توسط ایران داره مطرح میشه، به عنوان جایگزین این کریدور یک کریدور دیگری توسط اسرائیلی ها داره تو منطقه مطرح میشه، کریدوری که از هند میاد به امارات، از اونجا وصل میشه به عربستان، از عربستان به عراق، ترکیه و بعد هم به دریای مدیترانه، و یا یه شاخه دیگه‌ای هم که مطرح میکنن از عربستان بیا توی عراق، از عراق بیا توی اردن و بعد بندر ایلات اسرائیل و از اونجا وصل بشه به مدیترانه، و این رو به عنوان طرح جایگزین جمهوری اسلامی برای کریدور شرق به غرب و شمال جنوب مطرح میکنن و مدعی هستن با این طرح هم میتونن تنگه باب المندب و هم تنگه هرمز رو دور بزنن و عملا اون اهرم قدرتی که امروز در اختیار جمهوری اسلامی هست رو ازش بگیرن. خب اگر یک گروهک تروریستی میاد و به جای اینکه به فکر رونق اقتصادی و رفاه مردم بلوچ باشه، دنبال این هست که این طرح کنار گذاشته بشه و در مقابل اون طرحی که اسرائیلی ها که دشمن جهان اسلام هستن اجرا بشه، این نشون میده که احتمال خیلی قوی یک سرویس اطلاعاتی امروز پشت سر گروهک جیش العدل و سایر گروهک های تکفیری به ادعای خودشون در خاک پاکستان حضور دارن و با هم دیگه وحدت کردن برای اجرای عملیات تروریستی در ایران وجود داره. به احتمال این سرویس اطلاعاتی که میتونه سرویس اطلاعاتی موساد باشه قریب به یقین، تمامی آموزش ها، پشتیبانی های تجهیزاتی و پشتیبانی های اطلاعاتی و تکنیکی و تاکتیکی از گروهک های تروریستی رو به دست گرفته و طرح اتحاد بین اونها هم احتمالاً نقشه همین سرویس اطلاعاتی موساد برای هرچه قدرتمندتر کردن، منسجم کردن و اثر بخشتر کردن اقدامات تروریستی اونها در عمق استان سیستان و بلوچستان خواهد. با این اوصاف به نظر میرسه که مجموعه دفاعی امنیتی کشور باید نوع مواجهش با گروهک‌های تروریستی به خصوص تو جنوب شرق کشور رو به یه صورتبندی جدیدی تغییر بده و همونطور که برای اولین بار به صورت رسمی مواضع اونها رو در خاک پاکستان مورد هدف قرار داد و اجرای عملیات‌های پیشدستانه علیه این گروهک‌های تروریستی رو در دستور کار خودش قرار داد، دوباره همین کار رو تکرار کنه و با هماهنگی دولت پاکستان و توافقنامه‌های امنیتی که بین ایران و پاکستان میتونه منعقد کنه و حتی نگرانی‌های امنیتی که پاکستانی‌ها نسبت به برخی گروهک‌ها که تو ایران مستقر هستن مثل ارتش آزادی بخش خلق بلوچ و انعقاد تفاهم‌نامه‌های امنیتی موثرتر بین تهران و اسلام‌آباد که بتونه به نگرانی‌های امنیتی هر دو طرف پایان بده و راهکارهای منسجمی رو برای مقابله با گروهک‌های تروریستی در مرز دو کشور ارائه کنه، میتونه قطعاً جلوی عملیات‌های تروریستی این گروهک‌ها در این منطقه رو بگیره. ضمن اینکه اتفاقی که اخیراً راه افتاده مبنی بر دیوارکشی مرزهای شرقی به خصوص بین مرز ایران و افغانستان میتونه کمک شایانی به جلوگیری از تردد گروهک‌های تروریستی از مرزهای شرقی به داخل خاک ایران بکنه.